پادکست درس گفتار فلسفه خوش اومدید. در اینجا در این قسمت من سوال چهارم رو مطرح میکنم و در این قسمت این سوال رو میپرسم که هنر در معنای عملگرا و مارکسیسم چه معنای خاصی میتونه داشته باشه؟ یعنی اگر از دیدگاه عملگرایی و همچنین مارکسیستی به هنر نگاه بکنیم، هنر چه نوع مفهومی است و چه معنایی داره؟ در حقیقت این معنایی که اکثر مواقع خود من یا تعریفی که خود من از هنر دارم در این قالب می گنجه و من خودم این دیدگاه عملگرا، یعنی خصوصیاتی از دیدگاه عملگرایی رو با مارکسیسم تلفیق کردم و به همچین تعریفی از هنر دست پیدا کردم. برای اینکه توضیح بدم هنر در این تلفیق این دو دیدگاه چه معنایی داره، باید دو تا مقدمه کوتاه رو بگم. یکی این که انواع مصرف چی هست. گاهی ما یک کالایی رو خریداری میکنیم و مصرف میکنیم و تمام میشه، مثلا نوشیدنی و غذا. این کالا رو ما براش پولی پرداخت میکنیم و استفاده میکنیم و اون کالا تمام میشه. در موارد دیگه ای هست یا کالاهای دیگه ای هستن که ما این کالاها رو خریداری میکنیم، استفاده میکنیم و در اثر استفاده ما این کالاها مستهلک میشن. فرض کنید یک دوچرخه یا خودرو. مثلا در یک اقتصاد سالم ما یک فرض کنید خودرو رو به قیمت 1000 تومان میخریم، چند سالی استفاده میکنیم و دوباره این خودرو رو در اکثر موارد این کالاهایی که به این شکل هستن رو با قیمت کمتری میفروشیم و باز دوباره یک کالای دیگه در همون رده یا از همون جنس میخریم. بنابراین بعضی کالاها هستن که ما اونا رو مصرف میکنیم تمام میشن، بعضی کالاها هستن که ما اونها رو استفاده میکنیم و مستهلک میشن. کالاهایی هم هستن مثلا کتاب که در اثر مصرف ما اونها هیچ صدمه بهشون نمیخوره و مثلا شما یک کتاب رو استفاده میکنید، چند بار میخونید و بعد میذاریدش در کتابخانه. در واقع یک جور ارزش آرشیو شدن برای ما دارن. و در نهایت کالاهایی هم هستن که اصلا میشه گفت حضور فیزیکی ندارن. مثلا اگر شما در یک دوره درسی ثبت نام میکنید یا یک سخنرانی رو میشنوید، میشه گفت که این دست کالاها حضور فیزیکی ندارن و فقط یک ارزش معنوی برای ما ایجاد میکنن. پس ما 4 نوع کالا داریم که 4 نوع هم 4 نوع مختلف مصرف رو هم ایجاد میکنه. در کنار این کالاها ما میتونیم از 3 نوع ارزش مختلف صحبت بکنیم. یعنی ارزش کالا گاهی مصرفی هست، یعنی کالا رو میگیریم تا مصرف کنیم و تمام بشه. گاهی ارزش یک کالا مبادله‌ای هست، یعنی ما میخریم و دوباره میتونیم اون کالا رو بفروشیم، یعنی مبادله کنیم دوباره. و گاهی هم مثلا ارزشی کالایی یا قسمتی از ارزشی کالا نشانه ای هست اصطلاحا. فرض کنید شما یک کتابی رو خریداری میکنید و این کتاب رو برای استفاده خودتون نیست، بلکه دوست دارید بذارید در کتابخونه. اگر کسی اومد کتابخونه شما رو دید، ببینه که شما اهل فلان کتاب ها هستید. یا مثلا یک لباسی رو که خریداری میکنیم، یک قسمتش بله، یک قسمت از اون لباس مثلا شلوار و پیراهن ارزش مصرفی داره، به احتمال زیاد ارزش مبادله ای نداره. اما اگر فرض کنید از یک برند خاصی، یک مارک خاصی ما این رو تهیه کرده باشیم، یک قسمتی از ارزش این لباس ارزش نشانه ای هست. این دو مورد رو در واقع این دو مؤلفه رو مارکسیست ها به ما یاد میدن و این مؤلفه سومی که ازش میخوام یاد بکنم، یعنی چرخه تولید و مصرف. این چیزی هست که بیشتر دیدگاه عملگرایی بر اون تاکید میکنه، مبنی بر این که بسیاری از چیزهای یا کالاهایی که در جامعه وجود داره که دائم در یک چرخه تولید و مصرف وجود داره، اما این تولید و مصرف هیچ در واقع هیچ کدوم از این کالاها که تولید میشه
و یا مصرف میشه دارای ارزش ذاتی خاصی نیست. چه میخواد این کالاهایی که تولید میشه صنعتی باشه، چه میخواد ورزشی باشه، آموزشی باشه، دینی باشه یا ایدئولوژیک باشه، همه اینها برای مصرف شدن جامعه تولید میشه و تمام این فعالیت ها همه ارز هستند، یعنی فعالیت های آموزشی، مذهبی، صنعتی، اینا همه فعالیت هایی که منجر به تولید یک کالا از جمله کالاهایی که از دستبندی بالا گفتیم، همه برای مصرف شدن جامعه هستند و این فعالیت ها با هم دیگه یا این فعالیت های تولیدی زیاد با هم دیگه تمایزی ندارن، تفاوتی ندارن. اگر این سه مؤلفه رو در نظر داشته باشیم، بعد میتونیم هنر رو به این شکل تعریف بکنیم که هنر تولیدیه که در مقابل یا تولیداتی است که در مقابل مصرف شدن مقاومت میکنه. اون وقت به سادگی میتونیم بگیم که هنر مثل یک کتاب داستان، یک کتاب شعر، یک موسیقی، قطعه موسیقی خوب میشه بارها و بارها مصرفش کرد و هر بار که مصرفش میکنی، یا مثلا یک فیلم خوب رو بارها و بارها میشه دید، انگار یک ارزش تفسیری داره، انگار ارزشی داره که هر دفعه یک درک جدیدی به شما میده، هر دفعه یک حس و حال جدیدی رو برای شما به ارمغان میاره. بنابراین به راحتی میتونیم بگیم تولیداتی که به راحتی در چرخه تولید و مصرف قرار نمیگیرن و در مقابل مصرف شدن از طرف مخاطب مقاومت میکنن، این تولیدات هنری هستند. بنابراین به راحتی با کنار هم گذاشتن انواع کالا، انواع ارزش کالاها و یکی دانستن تولیدات مختلف و و قرار دادن این تولیدات در چرخه مصرف، ما میتونیم به یک تعریف بسیار ساده اما بسیار مفید از هنر دست پیدا بکنیم که هنر تولیداتی است که مصرف شدنشون در واقع خیلی زمان زیادی میبره. در بعضی از موارد اصلا مصرف نمیشه دیگه، یعنی میره در داخل گالری ها یا موزه هایی با قرار میگیره و برای همیشه اونجا باقی میمونه که هر روز مثلا یک تابلوی بسیار معروف روی دیوار یک موزه هست و هر روز و هر روز مصرف بشه. این پادکست کوتاه رو در شهریور 1399 ضبط کردم.